ضبط شده در استودیو فوکس. خواهر قشنگم چه خوشگل شدی، از لباس عروسیت خوشت میاد؟ یه لباس جدیدتر و بازترم میتونستیم بگیریم؟ نه داداش، من اینجوری راحت ترم. عایشه جونم قربونت برم، من داری میری سر خونه زندگی خودت. خیلی خوشحالم که داری با کسی که دوستش داری ازدواج میکنی. معلومه که داره میره جایی که دلش میبردش. درسته، ولی بازم من ناراحتم. داداش اینطوری نکن، الان منم میزنم زیر گریه ها. میگم دختر واسه ازدواج زود نیست، هنوز کلی عشق و ماجرا و مرده خوشتیب میتونستن تو زندگیت بیان. آی الکی ذهن دخترم رو درگیر نکن پسرم، همه که مثل تو خوشگذرو نیستن. ای بابا بازم آلارم گوشیمه، دست مریضات، ناسلامتی صاحب مجلسیم، کم مونده بود دیر برسیم. کاش بابام هم اینجا بود. بابا هم اینجاست، ببین بابا. انگار همین دیروز بود که همتون کوچیک بودیم. همه چی یادم. منم خیلی خوشحالم، همش میخوام داد و بیداد کنم و عایشه رو صدا کنم. آلارم گوشی منم هنوز داره زنگ میخوره، میخوام صداش کنم. عایشه، 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 پاشو صدای اون گوش رو ببر. عایشه، مگه ساعت چنده؟ ساعتو اشتباه کوک کردم. عایشه، باشه داداش باشه، اومدم. منو ببین، آخر یه کاری میکنی اون گوشیتو خوردش کنم. ببخشید داداش، من خوابیده بودم، فکر میکردم گوشی تو خواب زنگ خورد. بابا توی خونه هرکی یه عده اطفالی داره، دیوونم چندین دیگه. صبح خیر. باز با اون دوستای بی سر و پا تا صبح زهرماری خوردی ناره؟ چرا تهمت میزنی داداش؟ کی گفته زهرماری خوردم؟ اصلا این وسطا به ما نمیچسبه. دهنتو ببن، بوشتا اینجا داره میاد. داداش تو هم حس بویایید خیلی تیزه ها. من یکم خوردم، فقط همین قد، مگه نزنده داداش؟ صبحش بگو. میدونین داداش من دندونم درد میکنه، واسه همین به عنوان دارو خوردم، وگرنه هر این چیزا نیستن که خودت خوب میدونی. باز از دست کی شاکی شدی ارکوت؟ بازم بابا رو نشناخت. مامان من رضام، رضا پسر ارشدت. تو برای چی نیشت بازه؟ وا میبینی به هم چی میگه؟ دکتر چی گفت؟ گفت باید مدارا کنین دیگه، این مریضی هم اینجوریه. حالش خیلی هم خوبه، فقط میخواد کفر منو. نازمیه این چه حرفیه؟ همین هفته پیش نبود که فکر میکرد اون زن تو سریال عشق ممنوع همون فیروزه چی بود؟ یاره اغلو. آره همون. بعضیا برمیگردن دوران بچگیشون، مامان مام رفته تو دنیای سریالایی که دیده کارش نمیشه کرد. پس منم مثل یه شخصیت خوب سریال به یاد بیاره، مثلا فکر کنه منم سمر زیا گیلم، چرا منو همش به زنای دیوونه تشبیه میکنه؟ صبح همگی به خیر. کجا میری دختر؟ این چه شلواری پوشیدی؟ چرا اینقدر تنگه؟ عمه چقدر خوشگل شده، شبیه دخترهای تو سریالا شده. داداش این همون شلوار همیشگیه دیگه. این همیشه با همین شلوار تنگه میره سر کار. نمیدونم، شاید من زیاده روی میکنم، اگه یه دامن بلند بپوشه به نظر شما از این بهتر نیست داداش؟ داداش این چه حرفیه، دیرم شده. حق با داداشته، برو یه دامن بلند بپوش. داداش عایشه کشش نده. آفرین عایشه جون، برو خواهر گله. واسه اون پسر موبوره خوشگل میکنه. پسر موبوره که؟ همون پسره دیگه. نکنه اون پسر بازاریه رو میگی؟ پسر وسطی نجاری فرو؟ نه اون نیست. نجاتی که تو کوچه پشتی و موهاش موج داره و بوره رو میگی لابد، مگه نه؟ نه بابا اونم نیست. آها نکنه اون پسر تو دانشگاهش. نازمیه دیگه داری زیاده روی میکنی. ای بابا مگه من چیکار کردم؟ تو پسر بورای محله رو از کجا میشناسی؟ طوفان زرد متین تکین، همون فوتبالیست رو میگم. آفرین زدی تو خال. قسم میخورم الان اگه اسم من ازت میپرسیدن یادت نمیومد، ولی طرف 100 سال از فوتبال خدافظی کرده، تو هم اسمشو میدونی هم لقبشو میدونی. یادم اومد. ای خدا ببین منو. آها ببین چقدر خوشگل شدی، شلواره چی بود آخه؟ من رفتم شب میبینم. دخترم یه چیزی میخوردی؟ مامان جون تو را سیمیت میخرم میخورم، خیالت راحت. از جلوی قهوه خونه رد نشو، از کوچه پشتی برو. چشم داداش. خب دیگه من رفتم. این دخترم ازدواج کنه بره سر خونه زندگیش، دیگه چیزی نمیخوام. به چی میخندی؟
اجازه نمیدی که داداش من پول دارترین پسر محله خواستگار خواهرمونه، بعد تو چیکار میکنی؟ پسر رو کتک میزنی، رایه بیمارستان میکنی، میفرستش تو کما. کسی که قصدش جدیه مامان باباشو میفرسته خواستگاری، اینجوری دور بر دختره نمیپله که واسش نامه بنویسه. اگه خدا بخواد یه پسر خوبم نصیب خواهر ما میشه. کرم کجاست؟ ممنون. تو اتاقشون نیفتن خانم، دیشب نیومدن. آه نیومده؟ کرم اینجاست، ببین قبل از خودش خبرش میاد. بعد این همه وقت گفتم با هم باشیم، صبح زود بیدارشیم بریم با مطبوعات مصاحبه‌مون انجام بدیم، مگه اشتباه کردم؟ خب یه راست میاد سر کار محسن، از الان به بعد لازم نکرده هیچ جا بیاد. به این بچه اصلا اعتماد نداری ها؟ به چی این باید اعتماد کنم ها؟ درس به اون خوبی رو تو آمریکا ول کرد، واسه چی میخوند اونجا؟ چیکار میکرد اون؟ فوق لیسانس. همون. ازت بپرسن دیشب شام چی خوردی یادت نمیاد، اما خود رو شکر اینو خوب گرفت. خب چون خودش رنسی درس خوندن تو آمریکا رو نداشته واسه عقده شده. آره واسه همین فراموش نمیکنه. چه آمریکایی آخه، چه آمریکایی، این دبیرستانش هم به طور تک ماده تمام. به موضوع بحث ما به سمت چه ربطی داره؟ بی خاصیت بودن پسر خودت رو نمیبینی؟ ای بابا انگار تو روزنامه نگارا رو نمیشناسی محسن، اونا هر چی دم دستشون بیاد و مینویسن. چرا رجب من نمینویسن؟ چرا رجب اون نمینویسن؟ این چه حرفیه میزنی؟ کرم و سمت با هم یکی ان؟ اوه این چه حرفیه یلدا جون؟ الان چون صمد دختر بازی نمیکنه مقصره؟ واقعا که خب ما هم جوان که بودیم. مگه من منظورم اونه؟ میگم بعضی از آدما مهمن، ارزش خبری دارن، واسه همین یه عده خبرنگار میافتن دنبالشون ببینن اونا چی کار دارن میکنن. کرم هم از این آدم. دهن منو باز نکنه، دلیلای من در آوردیرم بس کن، دارم میگم بعد این مدت یه خواهش ازش کردم، گفتم بیا خانوادگی پاشیم بریم اونجا. ای بابا الانم پاشیم دیرمون میشه. تازه این خبر قدیمیه، من مطمئنم بچه‌ام حتما میاد اونجا، احتمالاً واسش کار پیش اومده. پاشیم بابا دیرمون میشه. تو داری اونجا چیکار میکنی؟ به بهونه ای کار کردن حرفای ما رو گوش میدی؟ نه دارم کار میکنم یال نخونم. داره کار میکنه دیگه، بیا زود باش. فای گوش با سببی ما چی میگی؟ دارم دوش میگیرم خوشگلم. باشه پس منم کم کم پا میشم. نه تو بیدار نشو، راحت باش، به خوابت ادامه بده. کارم که تموم شد بیدارت میکنم، بعدش میریم با هم یه صبحونه درست حسابی میخوریم، از همونه که دوست داری. واسه شب کار جدیدی داریم؟ آره یه عالمه کار داریم، اگه بتونیم تا اون موقع تمومش کنیم. دیرمون شد دختر، کجایی تو؟ آه چی کار کنم؟ داداشم اینا گفتن از جلوی قهوه خونه رد نشو، منم این همه راهو دور زدم اومدم. ولی با اینکه این دامن مسخره رو پوشیدی، این خلوچل هنوز دنبالته. آه این صبری دیوونه، این از محلتون تا اینجا افتاده دنبالت. دو دقیقه صبر کنین سریع یه چیزی میگم میام. صبری چی کار میکنی؟ از محله تا اینجا اومدی دنبالم؟ ببین اینجوری نمیشه ها. من بدون تو هیچ آینده‌ای ندارم، چرا نمیفهمی؟ اگه میتونستم بی خیالت بشم تا الان دست از سرت برمیداشتم، ولی نمیتونم. من خیلی دوستت دارم. ولی صبری من تو رو دوست ندارم. آخه تو تلاشی نمیکنی که، شاید اگه یه بار با هم بریم بیرون تو هم از من خوشت بیاد. نه خیر نمیشه صبری، من یکی دیگر رو دوست دارم.
ببین به زور جون تو از دست داداشم اینا نجات دادی، نکن دیگه، به خدا آخرش درد سر میشه، اینجوری نکن. آی صبری، تو هنوز داری دنبال عایشه میدویی؟ چی شد؟ چی گفت؟ خونه مستقل میخواد، میگه نمیشه با مامانت اینا زندگی کنی. وای پس یعنی راضیه؟ مگه من الکی میافتم دنبال چیزی داداش؟ میگم خیلی دوستم داره، باور نمیکنی؟ گرفتم. دست نزن، کاریت نباشه. تموم شد؟ بله تموم شد. بله بفهمید. خیلی خوب بفهمید. شما یکی از بزرگترین مراکز خرید رو ساختین، خیلی هم موفقیت کسب کردین. الان هم توی منطقه سلطان حمام تولیدی پوشاک دارین. چطوری از پس این همه کار بر اومدین؟ بهترین کاری که از بچگی میتونستم انجام بدم گوش کردن بوده. یه روز پسر کوچیکم کرم و دوستش ولکان اومدن پیش من. اون موقع هنوز دبیرستانی بودن، جفتشون هم بچه بودن، داشتن با هم حرفی زدن. منم به حرفاشون گوش کردم، دیدم دارن در مورد همین کار با هم حرف میزنن. یه آینده ای تو این کار دیدم و شروع کردم به انجامش. بچه‌هارم آوردم پیش خودم. انگار میمیره اگه از تو هم حرف بزنه. چیزی نگو، الان نوبت به منم میرسه. بعدش هم این بچه‌ها. خسته نباشین بچه‌ها. ادامه بدین، راحت بشین و کارتون بشین. خسته نباشین. در واقع پسر کوچیکم کرم دوپله شده در استودیو هوپ سیتی. یه لحظه به من اجازه بدین. اختیار دارین. ما فعلا از اطراف عکس بگیریم. تو اینجا پیششون باش. پیششون باش. بذاری من کمکتون کنم. باشه باشه، منتظرم. لطفاً عجله کنین. پسر جون این کرم باز کجاست؟ اما اصلا من بهش زنگ زدم. زنگ زدم ولی گوشیشو جواب نداد. اگه جواب میداد که چیز میکردم، ولی احتمالاً تو راهه. زنگ دیاره؟ ببین منو پسر، بهش بگو از اینجا میریم کارگاه، اگه به اونجا هم نرسه دیگه اصلا جلوم آفتابی نشه، فهمیدی؟ بله فهمیدم. میگه زنگ زدم، پسر بی خاصیت منو گول میزنه. ولکن منو ببین، تو دیشب این بچه رو ندیدی؟ راستشو ببین. با هم بودیم خاله یلدا جون، با هم بودیم، ولی چیزی نشده. اون با یکی از دوستاش زود رفت. خب وقتی زود رفته یعنی زود خوابیده، باید زود بیدار میشده، درست نمیگم؟ ولی حتما اینجوری نشده دیگه. ولکن ببین منو، زنگ زدم باشگاه نرفته، اتفاقی که براش نیفتاد. آیا اینجوری نکنین دیگه، یکم دیگه با نیشه باز میاد دفتر. مگه کرمو نمیشناسید؟ حتما صبح چیز کرده. چیکار کرده؟ میادش دیگه حتما. ببین هر جا که هست پیداش کن بیارش اینجا، اگه نیاد دیگه منم نمیتونم جلوی محسن رو بگیرم، خون به پا میشه. باشه اون با من. پسر باز کجا موندی تو؟ یک، دو، سه. هنوز قسمت نشده تا پنج بشمارم. کرم داری کجا میری؟ کرم، کرم، به نظر من کار تموم شد؟ بله تمومه، من دیگه کار ندارم. یه چیزی میخواستم بپرسم، پسر مشهور خانواده آقا کرم کجا هستن؟ کرمه یه کاری واسش پیش اومد، قرار شد بیاد آتلیه، عکسای اونم تو آتلیه میتونین بگیرین. بله بله، اونجا اولین مغازه‌تونه درسته؟ هنوز اونجا رو نگه داشتی؟ معلومه، مگه میشه اونو از دست بدم؟ اونجا اولین نور چشمی منه، هر روز میرم اونجا سر میزنم. پسر بزرگم صمد به اونجا رسیدگی میکنه. بله بفرمایید، همه جوره در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون. کم کم بریم اون سمت. البته امروز گوش به فرمان شماییم، هر چی شما بگین همون میشه. بفرمایید. بهش بگو از اینجا میریم کارگاه، دیگه اصلا جلو ما آفتابی نشه، فهمیدی؟ الو، چی شد بابا مینا اومدن؟ اومدم برادر من، حتی الان دارم باشون قهوه میخورم. پسر تو شوخیت گرفته، کار اینجا تموم شده، دارم میرن کارگاه. باشه پس من میرم سمت کارگاه. یه لحظه اون گوشیو بده به من. ببین ببین، عمو محسن خیلی عصبانی، از چشماش عصبانیت میباره، از من گفتم بود داده. جدی میگی؟ باور کن آخرین بار تو جریان آتیش سوزی اینقدر عصبانی بود. بابا این حرفا رو ولش کن، بگو سری بره کارگاه. داداش برو کارگاه، تونستی خودتو برسونی که هیچ، اگه نرسیدی بابات زندت نمیذاره. باشه من میرم سمت کارگاه، ولی کاش تو هم سرشونو گرم میکردی. داداش صداتو نمیشنوم. صدات قطع و وصل میشه، نکنه رفتی تو تونل. صداتو ندارم داداش. ولکن چی کار میکنی تو؟ کجاست؟ رفت تو تونل دیگه. عیبی نداره قطع کن، بعدن تلافیشو سر در میارم. اینجا 40 تا کارمند داریم و تک تکشون مثل بچه های منن، چون ما یه خانواده خیلی بزرگیم. همه کارهایی که اینجا انجام میشه مثل برش و دوخت و باقی کارها توسط همین 40 نفر انجام میشه. خیلی خوب آقا محسن، سوالای من همینا بود. اگه کار عکسام تموم شده بریم. پس یه عکس خانوادگی هم بگیریم. حتما. آره پس عکسو بگیریم. خب همینجوری خوبه. یکم بیاید این برتر. بیاین این برتر. پس این کرم کجامون؟ نمیدونم، حتما الان میرسه. خب یکم به هم نزدیک بشین، خیلی خوبه. یه لحظه صبر کنین، بدون من عکس خانوادگی میگیرین؟ خب خدا رو شکر حلال زاده اومد. میخواستم سرت سالی سیا نیارم. محسن بابا جون بیا برو وایسا. برو باش. این پسره هر روز خوش سیبتر میشه یا من اینجوری فکر میکنم؟ شرف نسن زشته. خب میگیریم یکی دیگه، یکی دیگه هم میگیریم. لطفا لبخند بزنید. خب کار من تمومه. آقا کرم حالا که تا اینجا آمدیم دو تا سوال دیگه هم بپرسیم. در واقع من خوشحالم که تونستم خدمت برسم. اینقدر مونده که اعتبارت کم بشه. بفهم. فکر کنم تنها کسی که هم مؤسس یه شرکت و هم زندگی شخصیش انقدر پر جنب و جوشه شما این آقا کرم، درسته؟ خب من نمیدونم منظورتون از پر جنب و جوش چیه، اما این خبرایی که توسط روزنامه ها در مورد من چاپ میشه اگه یه دونش درست باشه 100 تاش دروغه. بالاخره یه تاجر موفق بودن کار راحتی نیست. خانم چی شده؟ چرا داد میزنی؟ برو اونور، تو چی میگی؟ خانم نمیتونیم وارد بشیم. بابا یکی داره کرم رو صدا میکنه. این کیه پسر؟ نمیدونم، مگه تو این محله فقط اسم من کرمه؟ کرم بیا بیرون. حتما دوستشه. کرم چه خبره؟ نه نه رو بابا، دختر یه اتفاقی افتاده. بابا کرم بیرین اونور، فیلم کن. مگه قرار نبود خانم محترم نمیتونیم وارد بشین؟ چی شد پس اون سمونت؟ بیا بیرون. اومد درد سرم با خودش آورد. شما به کارتون برسیم، به کارتون برسیم. آیا امو محسن فقط کرمو میخوام. خانم اجازه نداریم برین تو. خانم محترم داد نزنی. چه خبر اینجا؟ چرا داد میزنی؟ اول یه کم آروم باش، مؤدب باش، بعد بیا تو. دقیقاً مشکلم داری چی کار میکنی اینجا؟ محل کاره. بذاری من سوالمو بپرسم، اینجا چه خبره؟ آره اینجا چه خبره؟ چه خبره تتو؟ ویلم کن تو بگم چی شده. دیشب مثل دیوونه واسم زبون ریخت و منو گول زد. امروز صبحم جیم شد و فرار کرد. این چه حرفیه؟ اصلا همینطوری یعنی نیست. چی داری میگی؟ همینطوریه، فرار کردی دیگه. ولی من گیرت انداختم. تو کیو گیر انداختی ها؟ کیو؟ پسر من همچین کاری نمیکنه. بله من همچین کاری نمیکنم. راستش بابا قضیه اینجوری نبوده. من واسه یه این دختره بیچاره دلم سوخت. خودتون که متوجه شدین درسته؟ چی میگن بهش تو پزشکی؟ میگن دیوونه. دیوونه؟ آره دیگه. داره به میگه دیوونه؟ تو خودت دیوونه ای؟ من شما رو شناختم، تو روزنامه امروز عکسش با آقا کرم چاپ شده بود.
آره خودشه. زود باش عکس بگیم. بابا میشه با هم حرف بزنیم؟ پسرم تو چرا تو اون مغازه بند نمیشی؟ دست تو یه آب خونه که از گلمون پایین نمیره. بابا واسه یه موضوع خیلی مهم اومدم. چی شده؟ بازم با ماشین تصادف کردی؟ نه بابا اون نیست. صبری واسه تو هم غذا بیارم پسرم. نه مامان نمیخورم. برم آب بیارم. بابا آیشه رو واسه هم خواستگاری کن. پسر تو چقدر احمق و بی‌غروری آخه. نمیبینی داداش دختر جلوی اون همه آدم کتا که زد و لط و پارت کرد؟ کم مونده بود بمیری. داشتی میمردی پسر. شرف و اعتبارم از بین بردی. همینه میخوای؟ بابا صبری باور کن از این پنجره میندازمت بیرون. پاشو برو گم شو. نبینمت دیگه. صبری کجاست؟ ولش کن هر جا دلش میخواد بره بابا. نه یه نزدیک. وای بزن. نه یه نزدیک. وگرنه خودمو میندازم پایینا. خودمو اینجا میندازم پایین. بزن. بیا پایین. دست پاتو میشکنی. بیا پایین. دست پامو میشکنم. میخوام سرمو بشکنم. ببین الان با کله خودمو میندازم پایین میبینی. خودمو میندازم پایین هممون راحت بشیم. اینجوری خودمو میندازم پایینا. برم نکن. نه یه نزدیک بهت میگم. باشه سب کن. آیشه 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 خدا یه کاری بکن. آیسا آیشه آی میگه آیشه. خیلی خوب آیسا آیشه. هی بابا آخه ای بیچاره. آره طفلی جلوی خبرنگار زایه شد. قونچه مگه من پسره رو میگم به من چه؟ دختره رو میگم گناه داره. آدم به این راحتی ها انقدر عصبانی نمیشه. ببین چه جوری داره گریه میکنه. اون بیرونم این همه داد و بیداد. مگه چی کار کرده؟ دختره رو مجبور به کاری کرده ها؟ خدا میدونه چه زبونی ریخته که دختره رو گول زده. کیو گول زده؟ اینقدر ساده به همه چی نگاه نکن. ببین عزیزم هر کی بتونه کرمو گول بزنه تا آخر عمرش رو پرقو زندگی میکنه. فهمیدی؟ دیگه چی؟ کرم هیچ جا نمیری همونجا منتظرم میمونی. خوبت شد. بیا دختر قشنگم بیا. ای پسره بی آبلوی بی حیا. بشین عزیزم بشین. اسم چیه دخترم؟ گیزم. میدونم چطوری به نظر میرسه اما باور کنین من همچین دختری نیستم. گریه کن گریه کن یکم سبک شی دخترم. واسم تعریف کن ببینم چی شده. با دوستم رفته بودیم بیرون. قبلا توی گروه دوستانه دیگه با هم آشنا شده بودیم. حتی یه دوستی به اسم ولکان داشت که همراهش بود. ولکان؟ بله. باش بود؟ بله اونو قبلا هم میشناختم. آب سیرکا. بگذاریم. اومد شروع کرد به جلب توجه کردن. اولش بهش توجه نکردم چون میدونستم دختر بازه. اما بعدش خیلی گرم و صمیمی منو نگاه کرد. یعنی وقتی میخندید همش منو نگاه میکرد. منم فکر کردم که خب خودم اگه از یه نفر خوشم بیاد وقتی میخندم بهش نگاه میکنم دیگه. فکر کردم اونم مثل من. حماقت کردم. من یه احمقم. شایدم بهترین کار اینه که بی سر و صدا از این دنیا برم. اصلاً چی فکری نکن. اصلاً نگو اینا رو از ذهنت بریز بیرون. ببین جوونی یه زندگی قشنگ پیش رو داری. نگران نباش. من حساب این کارشو ازش میگیرم. اصلاً نگران نباش. ببین اینو هیچ وقت فراموش نکن. تو این دنیا هیچی
حتی پسر من ارزشش بیشتر از این عشقای تو نیست. یادت نره. کاش اونم مثل شما اینقدر انسان بود. الانم خودتو جمع جور کن دخترم. آفرین، خودتو ناراحت نکن. بیا پاشو من ببرم برسونمت خونه. بیا دخترم، بیا اینجا، بیا ناراحت نباش. بیا دخترم عزیزم. سمر. بله بابا. به حسین بگو این دختر خانمو تا خونهشون برسونم. باشه حتما. آفرین، خودتو ناراحت نکن دخترم. کرم بیا برو تو، اونا رو ول کن، چایو بیار اینجا. دوبله شده در استدیو هوب سیتی. اسمت رئیسه ولی نمیتونی بگی یه چایی واسه بیارم. چکار کنم، بابام گفت. من میرم. وایس هیچی نخوردی که، نرو. شما هم بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. به چایی دست ازم. پسر من مثل چی کار کردم؟ نذاشتم عرقم خوش بشه، بازم کار کردم و عرق ریختم که الان به هر چی که دارم و ندارم رسیدم. من این همه زحمت بکشم که تو با پول عرق پیشونی من پوز بدی و دل دخترای جوونو بشکنی و آبرومونو پیش همه ببری؟ آره جون، اصلا بحث آبرو بردن و آبرو ریزی کردن نیست. بیا یکم آروم باشیم، بعدش هم خبرنگارا خودشون فهمیدن که دختره چه جور آدمیه. اونا هم حرف منو تایید میکنن، تو نگران نباش. تا همینجا بود بسن، تا همینجا دیگه بس. انقدر اشتباهات تو انداختی گردن بقیه، دیگه به اجازه نمیدم. من همچین کاری نکردم بابا، تو هم همش در حق من بی‌انصافی می‌کنی. چه بی‌انصافی مرتی که همه چیز معلومه، آبرومونو جلو همه بردی. بابا چرا حرف منو باور نمیکنی؟ دختره حالش خوب نیست. مگه تو خیلی حالت خوبه؟ بابا بازم داری بی‌انصافی می‌کنی. ببین آقا محسن چه جوری داره داد می‌زنه. اولین باری اینجوری می‌بینی. من دلم میخواد برم دستایم و محسن رو ببوسم. کار خوبی میکنه، دستش درد نکنه. دختر بیچاره گناه نداشت. آقا کرم باید بیشتر از اینا سرش بیاد. هی میگی دختره، میگی خوب شد، خوب کاری کردن. انقدر اینو تکرار کردی که دارم کلافه میشم. بس دیگه، باز اگه دختر خوشگل بود باور میکردم. ببین، امیدوارم دختره با یه پسر خوب و عالی آشنا بشه، امروزو کامل فراموش کنه. بابا جون این حالا اسمشو ولش کن. مشکل اینه که اون دختره گریه کرد و من نکردم. اگه اینجوری حرف منو باور میکنی الان منم بزنم زیر گریه. پسرم چه گریه ای؟ دختره داشت به خودکشی کردن فکر میکرد. خدای نکرده زبونم لال. ای بابا همچین چیزی نیست بابا، خودکشی و اینا الکیه. باشه قبول دارم یه کم دختر بازم، اما به اون دخترم همینجوری بود، یعنی همه چی متقابل بود. بعدش هم پیشنهاد ازدواج و وعده و وعید و اینا رو از کجا خودش میبره و میدوزه نمیدونم. من فقط گفتم با خانوادم آشنات میکنم. ببین پسرم، چیزی که تو بهش میگی دختر بازی و با شوخی و خنده تعریفش بکنی، مردمش میگن عشق. دختر بازی چیه؟ اون دختره از عشق حرفی زنه. پسر تو حق نداری دل این همه آدم رو بشکنی، میفهمی؟ اینجور که معلومه تو حرف منو باور نمیکنی. بذار من خیالتو همین الان راحت کنم. این نصیحت تو برای رابطه های بعدیم همیشه به خاطر میسپرم، تو ذهنم هست. اگه کار دیگه ای نداری من برم، با اجازت برای شب فشن شو آنلاین داریم. پس من برم. قربونت برم بابا. چیزی میخوای بگی؟ داداش تو که کوچیک بود خیلی کتک زدم. مادر خدا بیامرزش همیشه جلومو میگرفت، میگفت نکن، ولی گوش نمیکردم. اون موقع جوون بودم، همه ی مشکلاتو سر بچه خالی میکردم. ولی تو تا به این سن که رسیدی یه سیلی هم از من نخوردی. اینجوری بزرگت کردم. الان که فکر میکنم میگم نکنه من اشتباه کردم. خب دیگه من برم. نرو مردک، هیچ جا نمیری. باشه نمیرم، ولی اینجا بمونم چی کار کنم؟ جلوی دست پاتونم میگیرم. بعدشم ببین وقت نهارم شد. نهار تو با کارمندا میخوری، بعدشم واسه یه کاری پیدا میکنم که انجام بدی. از این به بعد هر چی من بگم همون میشه. ما میریم. باشه من تو بوفه غذا میخورم. چهار و نیم. چرا نگاه نمی کنه؟ ببخشید.
ما همدیگر رو میشناسیم؟ نه زیاد. به اسم چی؟ عایشه. عایشه، باشه باورم شد. خب بگذاریم، منم کرمم، منو که میشناسی، از آشناییتون خوشبختم. خب میگم میشه بریم با هم نهار بخوریم، بعدش روال کار اینجا رو با جزئیات برام توضیح بدی. از آشناییتون خوشبخت نشدم آقا کرم. بعدش هم اگه خیلی کنجکاوین روال کار اینجا رو بدونین، داداشتون آقا صمد بهتون توضیح میده. خسته نباشین. ها، اونجا داری چیکار میکنی؟ اینجا؟ آره؟ هیچی، کاری نمیکنم. بابا تو هم خیلی داری گیر میدی، باز چی کار کردم؟ آها، یادم اومد، داشتم از همکارم میپرسیدم غذاخوری اینجا کجاست. از همکاره؟ پسر دروغ نگو، دیگه هم دورو برای اون دختره نبینمت. عایشه رو میگی؟ اسمشم که میدونیش. فکر کنم حواسش نبوده بهت یه سلام داده، تو همونو از کارش پشیمون کردی. ببین منو، اگه از این کارو بکنی نگاه نمی کنم به این که پسرمی و هرچی که تو الان به دادم و ازت میگیرم، هم شرکت و هم پولا رو. او بابا، تو هم فقط داری در حقم بی‌انصافی میکنی. مگه من همچین کاری میکنم؟ اگه بکنی بد میبینی، گفته باشم. عایشه خانم، سلام عرض شد. رضا میشه 5 دقیقه با هم حرف بزنیم؟ داریم به چی نگاه میکنین؟ سرتون تو کار خودتون باشه. بفرما داداش. پسر دوتا چای بیار. اگه به این میگفتن بعد از اون همه ماجرا میای اینجا با رضا حرف میزنی، بهشون میخندیدم. ببین آقا قدیر، منم دوست نداشتم کار به اینجاها بکشه. آدم واسه ناموسش زندگی میکنه. ما از بابامون یاد گرفتیم اگه کار به ناموسمون نکشه سرمون به کار خودمون گرمه، ولی وقتی اسم ناموس میاد وسط من دیوونه میشم داداش. اون موقع اصلا نمیدونم چی کار میکنم. ببین، میخوام اتفاقایی که تو گذشته افتاده رو همینجا فراموش کنیم. باش آقا قدیر، همشو فراموش کنیم، انگار اتفاقی نیفتاده. بالاخره هم محله هستیم، فردا پس فردا چشمون تو چش هم دیگه میفته. فراموش کنیم خیلی بهتره. رضا بچه یه چیز دیگه است، تو هم یه دختر داری میدونی، خدا واسه حفظش کنه. خدا ازت راضی باشه داداش، ولی وقتی چیزی نشده باشه ما هم با بچه های مردم کاری نداریم. باشه، گفتم که رضا جان بیا گذشته ها رو فراموش کنیم، بعدش هم من واسه امر خیر اومدم اینجا. پسرم اونجوری که فهمیدم بعد جوری عاشق دختر است، هیچ درمانی هم نداره. این مسئله جوری نیست که با پول بشه حلش کرد. ببین، کم مونده بود بمونه رو دستت، داشتی میکشتیش، ولی هنوز میگه دوستش دارم. اگه اجازه بدی ما میخواییم طبق رسم و رسوم و به اذن خدا بیاییم خواستگاری خواهرت. نظرت چیه؟ بگو باشه. آقا قدیر، وقتی اینجوری با آداب و رسوم بیاین در خونه ما همیشه به رسوم بازه، ولی این کارا به جل دو طرف بستگی داره. یعنی من میخوام از مادرم و خواهرم بپرسم، بعدش به جواب میدم. باشه؟ باشه، پس با اجازه منتظر خبرت هستم. فعلا روز بخیر. ممنون. باید قبول کنی دیگه داداش من، تازه میگه از مامان بپرسم. چی رو میخوای بپرسی؟ مگه مامان هوش حواس داره آخه؟ پسر تا اومد که نمیشه قبول کرد. یه لحظه بشین داداشم، بشین. داداش جون، تو این محله برای خواهر ما پسری بهتر از این هست؟ اگه هست بگو. یعنی میگی پول داره؟ اگه پول دار باشه چی میشه؟ ای بابا، تازه باید ببینیم عایشه چی میخواد. داداش من، جوانای امروزی بدون که به تفاهم برسن کاری شروع میکنن. معلومه که این پسره چراغ سبز از عایشه ما دیده، بعد باباشو فرستاده. غیر اینه؟ یعنی میگی همو میبینن؟ آره بابا، امروز آقا نعمان که خرازی داره اینا رو دیده، داشته با عایشه حرف میزده، اومد بهم گفت خیر باشه، شما با پسر قدیر مفروش نامزدشون کردین، یا همین جوری وسط خیابون داشتن با هم حرف میزدن. همین که اینو گفت داداش، یه جوری جوابشو دادم که نپرس.
به خدا من واسه اینکه تو عصبانی نشی چیزی نمیگم، باور کن. حالا با هاشم کار دارم، اون جداست. داداشم یکم آروم شو دیگه. ببین طبق آداب و رسوم ازدواج میکنه، خواهرمون عروس میشه. داداش اینا خانواده پولداری هم، تازه تک فرزندم هست، خواهرمون هم دوست داره. شک نکن خواهرمون خوشبخت میشه. با ما که نشد، اونجا میشه. آیشه بد شانسه. شب تو جزیره کنسرته. آه هوای باز، موزیک. به جای منم خوش بگذره. میدونی چیه؟ کاش که تو هم میومدی با هم خوش میگذروندی. کاش میتونستم بیام. میدونم میدونم، ولی همیشه فقط وسط ظهر هم دیگر میبینیم. تا که اینجوری میمونه؟ میبینی دیگه حتی نمیتونم دستتو بگیرم. برک من که گولت نزدم، از اولش همه چی رو بهت گفتم. گفتم من اینم، داداشام اینان، شرایطم اینه. اون موقع تو همه چی رو قبول کرده بودی، هیچ موردی هم نداشت. اما دیگه کافی نیست. یعنی من میخوام یه چیزای عوض بشه. من مردی نیستم که بخوای به خاطرم مبارزه کنی. کاش میتونستیم زندگیمونو با مبارزه کردن به دست بیاریم. وقتی زندگیمونو یکی کردیم، خب اون موقع فرق میکنه. وقتش که برسه. 4 دقیقه وقت دارم. 4 باشه، 3 دقیقه و 40 ثانیه دیگه اونجا این. خیالت راحت. خیلی خوب، برو. میگم پاشو برو دیگه. حرفتو بردار ببر. ها درسته، نوشه جونتو. ممنون. بابا کار خوبی کردی فرستادیش بره، اون اینجا دوام نمیاره. باید بیاره پسرم، اگه نتونه یا خودش اذیت میکنه یا اگه نفر دیگر رو اذیت میکنه. بعدش هم باز این ماییم که ناراحت میشیم. بفرمایید. دوبله شده در استودیو هوپ سیتی. شب موقع رفتن کنسرت بهت خبر میدم، شاید صداشو بتونم بهت برسونم. ها بفرما. آخ بابای ساده ایم، تو هم فکر میکنی این دختر فرشته است. خیلی ممنون، میبینم. باشه میبینم. چی شد پس؟ مگه ما دختر باز حاشیه دار نبودیم؟ آخ اینم از دخترای این دور زمونه. دوبله شده در استودیو هوپ سیتی. چرا میخندی؟ اون ماشینه مدلش خیلی قدیمیه ها، ولی مال من صفره. گفتم بهت بگم شاید یه سیستم طبقه بندی داشته باشی بتونم از اون بیافتم جلو. حتی ازت عصبانی هم نمیشم. میدونی چرا؟ چون آدم از دست بدبختایی مثل تو زیاد نمیتونه عصبانی بشه. تو بازم مراقب حرف زدنت باش، بالاخره داری با رئیست حرف میزنی. نه به نظرم بهتره همه حرفامو راحت بزنم، بعدش به عواقبشم فکر میکنم. یه لحظه کنجکاو شدم. چرا؟ خوشتیپی، پولداری، بالاخره پسر صاحب محل کارمی. درسته؟ درسته. الانم با پای خودت اومدی ازم میپرسی که من تو رو چرا نمیخوام. آره خب میدونی منم همینو میخوام بدونم.
بعدش هم باید قبول کنیم از اون پسره که الان رفت من یکم بهترم، مگه نه؟ آره اون قدش بلنده، فیزیک بدنیش هم خوبه و اینا، اما خب یکم سنش بره بالا اینا دردسر میشه، زانوهاش به مشکل میخورن و اینا. خب حالا که خندیدن به شوخیامو شروع کردی، داری تحت تاثیر آقای کرم قرار میگیری آیشه خانم. مراقب باشین یه وقت دل نبندین، چون بعدش راه فراری نداری. به نظر من تو داری دلتو با یه جای دیگه اشتباه میگیری. باشه خب اینم خوبه نه؟ یعنی مثل همین فرقی نداریم، تناسبمون عالیه به نظر من. ما فرق داریم، چون تو به چیزی که میبینی دل میبندی، من به چیزی که احساس میکنم. ببین آقا کرم، به نظرم دم به دقیقه جلوم سبز نشین بهتره، ولی اگه میخواین بگین من پسر رئیسم و هر کاری که دلم بخواد میکنم، منم بهتون میگم که کارتون پیشکش خودتون. اینو میگم و میذارم میرم.